آقای مهندس، چندمین حضور شرکتتون در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت؟ شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد عملاً یه شرکتی هست که به تازگی نزدیک یک سال و نیم است که از گروه شرکت‌های سداد منفک شده، به عنوان یه شرکت مستقل تأسیس شده و حوزه پی اس پی سداد رو عملاً خودش به صورت مستقل داره کارهاشو پیش از هم میبره. عملاً امسال سال اولی هست که این شرکت تو نمایشگاه حضور داره و به عنوان غرفه‌دار حضور داره، حامی همایش هست، حامی پژوهشکده هست و سرویس ها محصولات خودش رو به معرض بازدید کنندگان گذاشت. این حضور مستقل چه اهدافی رو در واقع دنبال میکنه؟ حالا عرض کنم که همه مجموعه سداد رو به عنوان یه شرکت میشناختن که فقط امور مربوط به بانک ملی رو انجام میده، شرکت تقریبا دولتی هست و نمیدونم، حالا یه سری بحثا بود که تقریبا مطرح میشد، اما سداد با مستقل اصلا شدن خودش بحث این رو کاملا به منصه حضور گذاشت که یک شرکت پی اس پی مستقل هست، پروژه بزرگی از بانک ملی داره، برای بانک ملی داره پروژه بزرگی رو انجام میده، اما خب این شرکت عملا بحث این رو داره که حضور خودش رو گسترده تر بکنه. سایر پروژه های بانکی رو اهدافمون هست که ایشالله بهش دسترسی پیدا کنیم. همین الان در حال حاضر سهم بازار خوبی رو تو بحث پی اس پی ها داریم، ایشالله تا پایان سال عددمون تقریبا عدد مناسبی از پوزا خواهد شد. توی فکر میکنم رنکینگ توی دو تا ستای برتر بازار بتونیم جای خودمون رو تثبیت بکنیم. سرویس های مناسب این تفکیک شرکت داره اتفاق اصلا میفته داخلش، دیگه فقط از یک برند پوز مجبور نیستیم استفاده بکنیم. دستگاه بلوبرد رو داریم که خاص تو ایران، فقط ما این دستگاه رو میتونیم عرضه اصلا بکنیم، حالا سرویسش هست، دوستان بازدید کردن، خدمت شما هم حتما دمو خواهیم داشت. و سیستم باشگاه مشتریانمون رو دمو کردیم. عملا این تفکیک شرکت و جدا اصلا شدن باعث شده که بتونیم یه مقدار با سرعت بالا کارهامون رو پیش اصلا ببریم و کاملا به صورت تخصصی در حوزه پی اس پی. چه میزان از اهدافتون در حضور در این همایش در واقع محقق شد؟ والا همایش برای ما دو تا جنبه داشت. هم بحث برندینگ بود که سداد رو به عنوان شرکت مستقل، حالا شرکت نوپایی که شکل گرفته با لوگوی جدید، با نیم جدید، ولی جزو گروه شرکت‌های سداد هست، بشناسن هم صنعتی‌های خودمون، دوستانی که تو حوزه بانک پرداخت هستن عملا با ما آشنا هستن بشن. و بحث دوممون ارائه سرویس ها و دستگاه هامون بود که بازدید کننده ها ببینن. عملا نتیجه خوبی برامون داشت، از هر چیز همش راضی است. به عنوان یه فعال در حوزه بانکداری الکترونیک چه چالشی رو پیش روی این حوزه میبینید؟ عرض کنم خدمت شما که یه چالش بود حالا قبل از این همایش با بخشنامه که عملا آمد، یه مقدار رو بحث‌های درآمدی اوضاع احوال بهتر میتونه باشه، اما این بحث تسهیم درآمد که الان توی حالا سرویس‌های USSD روی بحث عرض کنم خدمت شما که باب داره میشه این قضیه تو بازار، که حالا دوستان دیگه ما، شرکت‌های دیگه از درآمد خودشون به بیزینس‌های دیگه میبخشن که بتونن شرایط رقابتی رو بگیرن، این بده و عملا داره جا میفته بین مشتری‌ها و یه مقدار به درآمد بیزینس لطمه اصلا میزنه. من حس میکنم ما 12 تا شرکت پی اس پی که حالا ما فقط مجوز داریم که سرویس‌های پرداخت ارائه بکنیم، اگر از سهم خودمون نبخشیم و رقابت رو یه مقدار منطقی تر پیش از هم ببریم، کل صنعت پرداخت لطمه کمتری خواهد دید. چه محصولی رو در واقع در این نمایشگاه حاشیه همایش رونمایی کردید و ارائه میدید؟ خواهش میکنم عرض کنم که ما الان توی نمایشگاه بیشتر روی محصول یا سرویس پایان فروشمون زوم کردیم. دستگاه جدیدی که انحصاراً توسط شرکت ما تو ایران وارد هستن میشه رو دمو کردیم. برنامه نویسی شده توسط همکاران فنی شرکت ما، نسخه خیلی خیلی خوب روش اصلا بالا آمده، کاملا کاربردی. حالا یه سری از دیوایس همون برای بازدید کننده ها جالب هم بودن، چون دستگاه کاملا تاچ هست، براشون جالب بود که دستگاه آمده که این قابلیت رو داره. همینطور یه سرویس جدید باشگاه مشتریانمون رو اینجا اصلا رونمایی کردیم که شامل باشگاه پذیرندگان، دارندگان و شبکه تخفیفه.
فکر میکنم این باشگاه مشترین حرفای خوبی رو داشته باشه بزنه و عملا استقبال خوبی ازش مواجه بشه. دستگاه پایانه فروش در واقع تا چتون چه با چه میزان استقبالی روبرو بشه؟ ما الان هم توی بازار مشتری هایی رو داریم با توجه به جنس بیزینسشون، چون ببینید الان شما به هر پذیرنده‌ای بگی دستگاهت رو جمع میکنم و دستگاه سیار میدم قطعا استقبال میکنه، اما ما با توجه به جنس بیزینس طرف سعی میکنیم از نوع پایانه ها تخصیص بهشون بدیم. حتی یه جایی هست که حتما صندوق داره، نیاز نیست اصلا طرف دستگاه سیار داشته باشه، ولی با توجه به جنس بیزینس این حالا محصول جدیدمون غالبا جذابه. توی جلساتی که با حال مشتری بزرگ داریم محصول رو بهشون نشون دادیم، غالبا استقبال خوبی سرش انجام میشه. خیلی ممنون از وقتی که دادید.